آشنایی با انواع کنترلر ها در نوار ابزار PID Tool. یک بار دیگه من همون مثال قسمت قبل را اجرا می کنم و پس از اون فرمان PID Tool برای تاب تبلت G رو تعریف می کنم. اینتر رو که می زنم دوباره به پنجره PID Tuner می رم. در اینجا اگر من بخوام نوع کنترلرم رو تعریف بکنم، در اینجا از قسمت تایپ اون رو انتخاب میکنم که پی کنترلر تناسبی، آی کنترلر انتگرالی، پی آی کنترلر تناسبی انتگرالی، پی دی، پی آی دی، پی دی اف و پی آی دی اف. اینها کنترلرهای یک درجه آزادی هستند. دسته دوم کنترلرهای دو درجه آزادی هستند که با پی آی دو و پی این در رابطه با سیستم های چند ورودی و چند خروجی کنترلر هایی هستند که در قسمت های پیشرفته توضیح میدیم که چگونه این کنترلر ها رو میتونیم استفاده بکنیم و بر روی چه سیستم های قابل تعریف هستند. همونطور که گفتیم کنترلر های دو درجه آزادی هستند. گاهی اوقات کنترلر های دو درجه آزادی داریم که مقادیر بی و سی که جزء پارامترهای کلی در معادلات دو درجه آزادی هستند تعریف میشه. اگر من در اینجا کنترلر پیو انتخاب کنم، نمودار من بدین شکل ظاهر میشه و میتونم تغییرات اون رو در هر کدوم از نمودارها نمایش بدم. مثلا زمانی که کنترلر افرت میشه، یعنی کنترلر به سیستم ما اعمال میشه، سیستم ما بدین شکل ظاهر میشه. زمانی که یک اغتشاش داخلی به اونها وارد میشه، سیستم به همون حالت قبلی ظاهر میشه، اما البته با مقدار کمتر. سیستم حلقه باز پلنت ما، همون دستگاه ما، و سیستم حلقه بسته که در اینجا رفرنس تراکینگ اون نمایش داده شده. اگر من کنترلری که اعمال میکنم از نوع PI باشه، تمامی نمودارها در اینجا تغییر میکنن. از جمله زمانی که اغتشاش ورودی داشته باشیم، سیستم ما تا و تبدیل حلقه باز باشه، و یا تغییرات کنترلر، تاثیرات کنترلر نسبت به ورودی پله واحد. اگر ما بخوایم این کنترلر رو در اینجا به صورت موازی یا استاندارد میتونیم قرار بدیم. نوعش رو میتونیم در اینجا انتخاب کنیم که چگونه در توی به صورت دیاگرام بلوکی قرار بگیره. در قسمت آپشن یک سری مجموعه فرمان هایی هستن که در رابطه با طراحی وجود دارن که در قسمت دیزاین ما حالت بالانس و تعادلی رو انتخاب میکنیم. اگر ما بخوایم بر حسب فرکانس این نمودارها تنظیم بکنیم، در قسمت دامین به جای تایم فریکونسی رو انتخاب میکنیم و در اینجا ما میتونیم مقادیر فیز مارجین و پهنای بان یا همون فرکانس رو در اینجا افزایش و یا کاهش بدیم، مثلا به این قسمت منتقل، و تغییرات رو در نمودار مشاهده. اگر زمان رو هم انتخاب کنم به همین صورته. ما میتونیم مقادیر ریسپانس تایم، پاسخ زمانی رو تغییر بدیم و بدین شکل در نقاط مختلف استپ ریسپانسمون رو مشاهده بکنیم، که این حالت دقیقا مانند زمانیه که ما کنترلر تناسبی خودمون رو افزایش بدیم زمانی که به عقب حرکت میدیم، و تغییرات رو ما میتونیم در اینجا مشاهده کنیم. ترانزینت بیهیویر هم به همین صورته که سیستم رو به سمت نوسانی بودن و ناپایداری میبره. اگر به این سمت بیارم، سیستم من رو پایدارتر میکنه. و به همین ترتیب میتونم یک کنترلر دیگه مثل PID رو انتخاب کنم. اینجا PID، این PID، تا سیستم من رو به طور کامل تغییر بده. در قسمت ویو مثل همون حالت نوار ابزار اسیس و تول، ما میتونیم نحوه نمایش نمودارها رو در قسمت های مختلف و به صورت کاستم بالا و پایین و چپ یا راست و یا تکی و یا پشت سر هم نمایش بدیم، که هر کدوم از این گزینه ها را در قسمت های قبلی در رابطه با نوار ابزار اسیس و تول توضیح دادیم. به طور کلی کاربرد دو نوار ابزار اسیس و تول و PID تیونر یا PID تول
برای ترسیم نمودارها و تأثیر کنترلرها، برای ترسیم نمودارهای سیستم ها نسبت به ورودی های مختلف و تأثیر کنترلرها بر روی سیستم ها هستند. در قسمت های گذشته تمامی آنها را به طور کامل توضیح دادم.